د هرات ولایت په بیلابیلو برخو کې د باران له امله سیلابونه رامنځته شول چې د یو شمیر خلکو کورونه یې ویجاړ کړل. اونر به زرعوه، فرش مرشا به زرعوه، به حدود یک زنو که یعنی 70 سانت الی 60 سانت در میال لای و تا خونه پرتوه. هیچ کس تا حال کمک همکاری نکده و نماده و بازدیدی نکده. خونه فرشا همه چیز زیر گلایه که هیچ رقم تمیز کرده نمیشه. دیگه ما دیشب هر چه مسئولین زنگ زده هیچ که جواب نمیداد، اصلا گوشی رو برده میداشته. پوست در کار پا بیلا بیلو برخو که در سیلابونو در مخنیوی پا هدف کار روانده. د تیرې سې شنبې د شپې د سیلاب له امله د دغه ویالې یوه برخه ویجاړه او اوبو د خلکو کورونو ته مخه کړه. د هرات ښاروالۍ مني چې د امکاناتو د نه لرلو له امله ونه توانېدل چې د سیلاب مخه ونیسي. در 3 نقطه تونستن سیلابار مهار بکنن و در 2 نقطه سیلابها از کنترل خارج شد، چون صعب العبور بود، رسیدگی به اونا صورت گرفته نمیتونست و باعث خسارات انگفتی به شهر شده. 7 تیم از صبح وظیفه گرفت و از ریاست مبارزه با حوادث به نقاط آسیب دیده شهری اعزام شد تا خسارات وارده بر مردم تثبیت بکنه و کمک های متناسب با وضعیت آسیب دیگه از اونا را ارائه بکنه. دغه سیلابونو په دې ولایت کې د بې ځای شوي کورنیو ژوند هم له ستونزو سره مخ کړ. په هرات کې دغه بې ځای شوي کورنۍ وایي سیلاب د دوی تر خیمو رسیدلې. حکومت او مرستندوی بنسټونه دي له دوی سره بیړنۍ مرسته وکړي. برو بخانه مورسای کو 20 تنه تلپکا امیتو پرتا واس کې نه بخارایی است، نه آتش، نه سرپناهی دره، نه بروسای کو. بله، د شک و داخله می خیمه آب رفته بیشتر، بنا تلفات داره، اینا بیشتر نه مریضی داره که اینا چون از طریق داکتر از طریق ساعتامه و هیچ وزینا رسیدگی هم نشده. کمپل بو بود، یک نالین بود، فرش بو بود، زندگی ما گرم شد، چوچوفی با گرم شد، کمپل نالین بالش رسد، یک کمک به ما بکنه که بسد چوچوفی و گوشنگی نماره از خونه که نماره. د اوبو لپاره د معیاري کانالونو نشتون هغه څه دي چې له امله یې سیلابونو په هرات کې د خلکو کورونه لاندې کړل. د هرات اوسیدونکي له حکومت نه غواړي چې د اوبو لپاره معیاري کانالونه جوړ کړي تر څو په راتلونکي کې د ورته پیښو ښکار نه شي.